در این جلسه با موضوع تأثیر وسایل ارتباط جمعی بر بروز رفتارهای انحرافی و آسیبهای اجتماعی در خدمت شما هستیم. در جلسات گذشته نقش مدرسه، خانواده و گروه همسالان رو مطرح کردیم. دنیای امروز دنیای متفاوتی هستش مکلوهان از دنیای امروز به عنوان دهکده جهانی یاد میکنه و معتقد هستش که وسایل ارتباط جمعی خصوصا اینترنت فضایی رو ایجاد کرده و نسلی رو ایجاد کرده که با نسلهای قبلی خیلی متفاوت هستش از مهمترین بخشی که در وسایل ارتباط جمعی وجود داره و امروزه بحث بسیار مهمی هستش میتونیم به موضوع فضای مجازی و آسیب های ناشی از اون اشاره کنیم فضای مجازی در واقع مزایا و امکانات خیلی زیادی رو در اختیار افراد قرار میده باعث میشه که ارتباط گیری سهولت پیدا کنه باعث ایجاد شغل های جدیدی شده و منبع درآمد خیلی از افراد میتونه باشه ولی در کنار این نقش های مثبتی که داره میتونه بسیار مخرب باشه اگر بخواهیم در مورد تاثیرات منفی و مخرب فضای مجازی صحبت کنیم میتونیم به گسست روابط بین اعضای خانواده اشاره کنیم تاثیر منفی که روی زوجها میذاره و باعث میشه که افراد وقت زیادی رو توی این فضا سپری کنند دنیای مجازی محدود به زمان و مکان نیستش و به خاطر همین خیلی از افراد نمیتونن شیوه استفاده از اون، زمان استفاده از اون و مکان استفاده از اون رو کنترل بکنن و همین ام هم باعث ایجاد تنش هایی بین اعضای خانواده میشه تاثیر بعدی که دنیای مجازی میتونه بذاره روی هویتیابی نوجوانان هستش در زمان بسیار کوتاهی نوجوان با سبک های زندگی بسیار زیادی آشنا میشه و به همین دلیل در هویت یابی دوچاره مشکل میشه موضوع سومی که میتونیم در مورد فضای مجازی و تاثیر مخربش صحبت کنیم تاثیرات مخرب جنسی هستش که روی افراد میذاره کودکان امکان داره دچار بلوغ زودرس بشن و نوجوانان و جوانان وارد روابط جنسی نامتعارف و, و غیر قابل قبول بشن یکی از مواردی که در مورد فضای مجازی میشه مطرح کرد تاثیر منفی هستش که در روابط اجتماعی افراد میذاره افراد بیشتر منظوی میشن و دنیای خودشون رو تو اون دنیای مجازی میبینن و به همین دلیل در برقراری ارتباط در دنیای واقعی با مشکل مواجه میشن یکی از مسائل دیگه ای که در مورد فضای مجازی میشه مطرح کرد شکاف بین نسلی هستش که ایجاد میشه در واقع تفاوتی در سبک زندگی والدین و فرزندان رخ میده و این باعث میشه که نه والدین سبک زندگی فرزندان خودشون رو بتونن درک و نه فرزندان میتونن سبک زندگی والدینشون رو درک کنن و همین هم باعث شکاف و فاصله بین این دوتا گروه میشه پس همونطوری که گفتیم فضای مجازی علا رقم فایده ها و استفاده هایی که برای افراد جامعه داره اگر به درستی ازش استفاده نشه تاثیرات منفی و زیانباری داره و از اونجایی که نهاد خانواده رو تحت تاثیر قرار میده بروز مشکل و آسیب در محیط خانواده زمین ساز بروز آسیب ها و رفتارهای انحرافی در سطح جامعه میشه. در اینجا موضوع فضای مجازی و وسایل ارتباط جمعی به پایان میرسه. ممنون از همراهی شما.